نگاه داشتن زن از اذیت ها و در امان بودن آنها از فتنه و حفظ جامعه از افتادن به چاه های خاری و بدبختی و شهوات. حجاب. الله تعالی حجاب را به هر زن مسلمان فرض کرد و امر کرد تا آنها آن را به خود لازم گرفته در نزد هر مرد نامحرم خود را بپوشانند، اگرچه از نزدیکان نامحرم خودشند. و حجاب زن چنین باشد که تمام بدنش را پوشاند و هم به شرط های زیرین موافق باشد. شرط اول، باید متاع زیج و غفص باشد و زیری آن را دیده نشود. دوم، حجاب از لباس های فاجیره ها نباشد. سوم، آن متاع زینت داده شده نباشد. چهارم، آن لباس بخار کرده شده و یا خوشبوی زده نباشد. پنجم، آن به لباس های مردان مانند نباشد. ششم، آن به لباس های زنان کافره مانند نباشد. هفتم، آن لباس فخر و شهرت نباشد که از همسالانش فرق کند. پس هر متایی که غیر از اینها باشد، به زیب و زینتی که الله سبحانه و تعالی آن را نهی کرده است داخل می شود. به زن مسلمان واجب است که به امر پروردگار و به امر پیامبر صلی الله علیه و سلم پابند باشد تا به رضاگی پروردگار نائل گشته به جنتش داخل گردد و هم از عذاب او نجات یابد. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد است که چنین فرمودند: دو طایفه انسان ها از اهل دوزخ هستند که مثل آنها ندیدم. اول، قومی که به خود قمچین دارند که آن به مثل دومیگاو است و با آن مردم را میزنند. دوم، زنانی که با وجود پوشیدن لباس مثل روج و اوریان می نمایند. یعنی لباس هایشان چنان تنگ است که بدن هایشان مثل یک شخص لوج می تابد. دیگر زنان را به سوی خود میل می کنانند، در حالی که خودشان نیز به آن میل دارند. موی سرشان مثل کوه بالای شتر است. آنان هرگز به بهشت داخل نمی شوند و هیچ وقت بوی بهشت به بینیشان نمی رسد که بوی بهشت از چندان مسافه دور به دماغ می رسد.